کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. رویای امتحان. کسانی که امتحان دیپلم متوسطه خود را داده اند دچار این کابوس شده و به خواب دیده اند که در امتحان مردود شده اند و باید دوباره در همون کلاس که بودند بمانند و غیره. ولی نزد کسانی که امتحانات عالی تری داده اند رویای نوعی مزبور جای خود را به رویای دیگری از نوع خود داده است، بدین معنی که این اشخاص به خواب می‌بینند که در مثل دوباره باید مسابقه دشواری را بگذرانند و ایراد می کنند که سالهاست پزشک یا معلم و یا کارمند اداره هستند و دیگر نباید کنکور بدهند. باری این رویاها انعکاس خاطرات آن تنبیهاتی است که در روزگار کودکی آن را تحمل کردیم و هیچگاه نیز محو نخواهد شد و در مواقع مهم ادوار تحصیلی در ذهن ما احیا می شود. این خاطرات دقایق خشم‌آمیزی است که در تحمل آزمایش‌های سخت پیشین بر ما گذشته است و نیز همین ترس‌های مربوط به زمان کودکی است که موجب تشدید دلهوره مبتلایان به امراض عصبی به هنگام امتحان می‌شود. البته وقتی که تحصیلات ما به پایان رسید دیگر از این جور پدر و مادر و معلم بیمناک نخواهیم شد، ولیکن همبستگی بی‌رحمانه حوادث بار تربیت ما را به دوش خواهد کشید و در نتیجه هر آن وقت که به دلیل رفتار بد و یا عدم انجام وظیفه و خلاصه هنگامی که مسئولیتی بر دوش ما سنگینی می کند از توفیق خیش بیمناک و نامطمئن هستیم، خواب دیپلم یا لیسانس را می بینیم و کیست که از این رویاها حتی از میانه ی اشخاص مرتب دانشمند و شایسته نلرزد. یکی از همکاران خبره من در طی گفت‌وشنیده به من تذکر داد که مطابق اطلاع وی کسانی خواب دیپلم را دیده اند که در این امتحان موفق شده اند و نه آنهایی که مردود شده اند و این تذکر موجب راهنمایی من شد. به نظر می رسد رویای دلهور آمیز مزبور مخصوصا زمانی حادث شود که نایم فردای وقوع آن کار یا وظیفه مهمی در پیش دارد و بیم آن می رود که از عهده انجام آن بر نیاید. رویا ظاهرا از یکی از دلهوره های بزرگ و ناموجه پیشین او استمداد می کند. اگر این موضوع درست باشد دیگر نتوان گفت که جریان‌های روانی روز پیش در رویا نقش معین کننده ای را بازی می کند و حرفایی که به عنوان اعتراض به محتوای رویا بر زبان می آوریم که ای آقا سالهاست که دیگر پزشکم و غیره در واقع در حکم دلجویی و تسلیتی خواهد بود از نوع
از فردا دلواپس مباش، به هنگام امتحان دیپلم نیز مثل امروز دلهوره داشتی، ولی بعد دیدی که بیهوده بود و قبول هم شدی و حالا هم یک نفر پزشکی و غیره. اما دلهورهی که آن را به رویا نسبت می دهیم حاصل بقایای تأثیرات روز پیش است. توجیه بالا به نظرم قانع کننده آمد و هرگاه که فرصتی دست داد، چه در مورد شخص خودم و چه در مورد دیگران، البته این موارد متعدد نبود، آن را به ثبوت رساندم. در مثل امتحان من در خصوص طب قانونی به تعویق افتاد و من هیچگاه عین آن را در رویا ندیدم، بلکه مرتباً خواب امتحانات گیاهشناسی و جانورشناسی یا شیمی را که سابقاً موجب دلهوره‌های شدید و در عین حال مشروع من شده بود دیدم. و وقتی که امتحانات دوران دبیرستانی خود را در رویا می‌بینم، همواره آن امتحان تاریخ را که خیلی خوب از عهده آن بر آمده بودم می‌بینم. ولی که خیال می‌کنم علتش این باشد که معلم عالی قدر من، همان یک چشم مهربان که در یکی از رویاهای سابق و ذکر هم دیده شده است، روی برگ سوالات امتحانی که من آن را به او برگرداندم متوجه قلم خوردگی سوالی که من آن را نمی دانستم شده بود. یکی از بیمارانم که در امتحان افسری مردود و از افسر شدن محروم شده است به من گفته است که وی غالبا خواب امتحان دیپلم را می بیند و لاغیر. در تعبیر رویاهای مربوط به امتحان نیز با همون مشکلاتی روبرو می شویم که من آن را به عنوان عوامل مشخصه اغلب رویاهای نوعی سابقا شرح دادم، چه به ندرت ممکن است نائم تداعی معانی‌های لازم برای تعبیر را مرتب کند و برای درک صحیح این دسته از رویاها باید به مثالها و نمونه‌های بسیار توسل جست. اخیراً معتقد شدم که کلمات تو سالهاست که پزشک هستی یا تجارب فراوان داری و باز همکارهای بچگانه از تو سر میزند، این مخلوط نیش و نوش ظاهراً به زمینه اصلی محتوای ناپیدای رویاهای مربوط به امتحان وابسته است و جای شگفتی نیست اگر گفته شود که وجود کلمات سرزنش آمیز به سبب کارهای بچگانه در دو رویای نمونه و تجزیه و تحلیل شده اخیر به دلیل تکرار اعمال جنسی مستحق توبیخ می باشد. صفحه 201، فصل ششم، تشکیل رویا. تمام کوشش هایی که تاکنون برای روشن شدن مسئله رویا انجام گرفته است مربوط به محتوای پیدای آن بوده، یعنی آن قسمت از رویا که پس از بیداری در خاطر باقی می ماند، و این کوشش ها در راه تعبیر محتوای پیدای مزبور صرف شده است و حتی زمانی هم که کوشش مزبور از این راه منحرف می شد باز به همین محتوا تکیه می کرد. ولی ما با تحقیقات خود موضوع جدیدی را مطرح ساختیم بدین معنی که میان محتوای رویا و تعبیر آن عناصر روانی جدیدی را باید گنجاند که همان محتوای ناپیدا یا فکر رویاست که به مدد تجزیه و تحلیل آشکار می شود. باری برای حل معمای رویا باید از این فکر یا محتوای ناپیدا و نه از محتوای پیدا آغاز کرد. اینجاست که کوشش دیگری را باید تقبل کرد و آن شناختن روابط موجود میان محتوای پیدا و افکار ناپیدای رویا و بررسی یک جریان روانی است که بر طبق آن محتوای پیدا از محتوای ناپیدا ناشی می شود. افکار پیدا و ناپیدای رویا ظاهراً شرح واقعیات یکسان است به دو زبان گوناگون و به عبارت بهتر محتوای پیدا همانا ترجمه محتوای ناپیداست، منتها در سایه یک قسم شیوه بیان مخصوص که جز از راه مقایسه متن ترجمه با متن اصلی پی به علامات و قواعد آن نخواهی برد. ولی همین که افکار نهانی رویا بر ما ظاهر گردید، بیدرنگ مفهوم محتوای پیدا را خواهیم فهمید. محتوای رویا در لباس نامفهومی به ما عرضه می شود و علامات آن باید منظماً به زبان محتوای ناپیدای رویا ترجمه و تفسیر شود. البته اگر به این علامات مثل تصاویر نظر بیندازیم و آنها را بخوانیم و به معنای قراردادی آنها دقیق نشویم، بیچون و چرا به خطا خواهیم رفت. فرض کنید به معمای مصوری نگاه می کنیم و آن خانه ای را که روی بام آن توپی به چشم می‌خورد و سپس یک حرف تنها و بعد آدمیزاد بی‌سری را که در حال دویدن است نشان می‌دهد و غیره. ممکن است بگویم که کلاً و جزئاً بی‌معنی است.
زیرا توپ نباید روی بام خانه باشد و مرد بی سر هم قادر به دویدن نمی باشد. وانگهی آدمک بزرگتر از خانه است و اگر قبول کنیم که این هم یک قسم منظره است، باز وجود حرف تنها موجد اشکال خواهد شد، چه در طبیعت که این نوع حرف ها وجود ندارد. و زمانی پی به معنای حقیقی معمای مزبور خواهیم برد که هر کدام از اجزای آن را با هجا یا کلمه ای جا به جا کنیم که به دلیلی با تصویر مزبور قابل نمایش است. وقتی که این کار انجام گرفت، دیگر کلمات فاقد معنا نخواهد بود، بلکه ممکن است از مجموع آنها سخن زیبای پرمعنایی استخراج شود. باری رویا هم در واقع در حکم چنین معمایی است و پیشینیان ما نیز بیهوده خواستند آن را مانند رسم و نقاشی تعبیر و تفسیر کنند و به همین دلیل هم هست که رویا از لحاظ ایشان چیزی بی حاصل و فاقد هر گونه معنایی بوده است. 1. عمل تراکم. وقتی که محتوای پیدای رویا را با افکار نهانی آن مقایسه می کنیم، در وهله اول متوجه می شویم که کوتاهی و بیرونقی و ایجاز محتوای پیدا در برابر وسعت و غنای محتوای ناپیدای آن مستلزم عمل تراکم قابل ملاحظه است. به طوری که اگر رویای خود را پس از بیدار شدن بنویسیم، به زحمت ممکن است نصف صفحه‌ای را پر کند. و حالان که تجزیه و تحلیل که در حقیقت حاوی اشاراتی به افکار نهانی رویاست، 6 تا 8 و حتی 12 بار مفصل تر از آن خواهد بود. این نسبت البته در مورد رویاهای مختلف فرق می کند، اما آنچه من فهمیدم این است که هیچ وقت عکس آن مصداق پیدا نمی کند. محققان عموماً وسعت این تراکم یا فشار را در نظر نمی گیرند و تصور می کنند جز آنچه پیدا و آشکار است عناصر دیگری در میانه نیست و بدین ترتیب عناصری را که در برای صورت ظاهری رویا پنهان است و با تعبیر مطمئن‌تری می توان آن را آشکار و مکشوف ساخت از نظر می اندازن. و ما نیز سابقا متذکر شده ایم که هیچگاه نمی توان به تعبیر خود کمال اطمینان را داشت و حتی زمانی که حل رویا قانع کننده به نظر می رسد و نقصی در آن به چشم نمی خورد، تازه ممکن است رویای مورد بحث معنایی درست مخالف آنچه تصور می رفت داشته باشد و به عبارت دقیق تر نمی توان خارج قسمت یا بحر این تراکم را تعیین کرد. آیا می توان عدم تناسب میان محتوای پیدا و فکر ناپیدای رویا را منحصراً به مدد عمل تراکم به وقت تشکیل رویا توجیه و تعدیل کرد؟ به این نحوه تشخیص ایرادی می توان گرفت که در وهله نخست قانع کننده به نظر می رسد. ما اغلب چنین تصور می کنیم که به وقت شب رویاهای بسیار دیده ایم و بعد وقتی که بیدار شدیم قسمت اعظم آن را از یاد برده ایم و رویایی که وقت بیداری در حافظه ما میماند قسمت بسیار کوچکی از آن کل است که اگر دست نخورده باقی میماند، شاید وسعت و دامنه اش از محتوای ناپیدای رویا کمتر نمی بود. لااقل قسمتی از این اشکال مطمئنا صحیح است، چه هر کسی متوجه این موضوع شده است که اگر رویایی را پس از بیدار شدن کاملا به یاد بیاوریم، نزدیک غروب جز قسمت کوچکی از آن را به یاد نخواهیم داشت. و از طرف دیگر این تصور که خیلی بیشتر از آنچه به یاد آورده ایم خواب دیده ایم، اغلب اوقات مبتنی بر توهمی است که اندکی بعد در خصوص ریشه و اساس آن وارد بحث خواهیم شد و به علاوه موضوع فراموش کردن رویا به هیچ وجه ناقص فرضیه تراکم نمی باشد، چه این فرضیه را می توان به مدد بسیاری از تجسمات فراموش نشده رویا نیز به اثبات رسانید. اگر واقعا قسمت اعظم رویا از حافظه ما پریده باشد، محققا سلسله از افکار رویا از دسترس ما دور خواهد افتاد. ولی نکته مهم این است که به هیچ وجه نمیتوان فهمید که قسمت‌های فراموش شده حقیقتاً به همان افکاری مربوط است که از تجزیه و تحلیل باقی مانده رویا مکشوف می‌شود. توضیح حاشیه. عده‌ای از محققان به موضوع تراکم اشاره کرده اند. مثلا دوپرل معتقد است که یقیناً در موقعی معین تراکمی در سلسله از تجسمات رخ می‌دهد. ادامه یه متن. در خصوص تراکم افکاری که در ضمن تجزیه و تحلیل هر یک از عناصر محتوای رویا مکشوف می‌شود، خواننده از خود خواهد پرسید که آیا تمام آنچه به هنگام تجزیه و تحلیل به ذهن می‌رسد، باید در جرگه افکار نهایی رویا به شما رود؟ و قبول کرد که این افکار در موقع خواب فعال بوده و در تکوین و تشکیل رویا نقشی ایفا کرده است و یا نه.
و یا اینکه برعکس باید فرض کرد که تداعی معانی های تازه‌ای که در به وجود آوردن رویا به هیچ وجه مؤثر نبوده اند به وقت تجزیه و تحلیل به ذهن نایم میرسد. البته تداعی معانی های گوناگونی هست که فقط به هنگام تجزیه و تحلیل به ذهن میرسد و جملگی در امر تکوین رویا مؤثر نبوده. ولیکن در هر حال این موضوع را میتوان بررسی کرد که کدام یک از تداعی های مزبور به نفی از آنها با افکاری که با فکر نهانی رویا مربوط بوده ربطی داشته است. تداعی های تازه مزبور در واقع یک قسم استدلال پنهانی و غیر مستقیم است که از تصادم تداعی معانی های محکمتر دیگر حاصل شده است. و اما درباره آن افکار اضافی که در ضمن تجزیه و تحلیل جلوه می کند باید این نکته را قبول کرد که این افکار در موقع تشکیل رویا فعال بودند. چه وقتی که دنباله این افکار را می گیریم ناگهان با فکری مصادف می شویم که در رویا جلوه کرده و برای تعبیر ضروری است و دست یافتن بدان اگر دنباله افکار سابق و ذکر را یکی پس از دیگری نمی گرفتیم و حلقات زنجیر همبستگی آن را یکی پس از دیگری باز نمی کردیم محال می نمود. برای اینکه بهتر متوجه این موضوع بشویم باید رویای مربوط به مونوگرافی یا توصیف گیاهی را به یاد بیاوریم. این رویا در واقع ظاهراً محصول تراکمی خارق العاده است، هرچند که تجزیه و تحلیل کامل آن را در این کتاب نقل نکردم. و اما حالت روانی هنگام خواب را که در واقع مقدم بر رویاست باید در نظر گرفت یا نه؟ آیا تمام افکار نهانی رویا کنار هم واقع شده است و یکی پس از دیگری ظاهر می شود یا اینکه چندین سلسله فکر همزمان در مراکز مختلفه تشکیل می شود و بعد یک دفعه به هم ملحق می گردد؟ به نظر من مجبور نیستم حالت روانی خود را به هنگام تکوین رویا به طور پلاستیک و مجسم در نظر بگیریم. زیرا فراموش نکنیم که در اینجا غرض ما همانا افکار ناخودآگاهانه است و شاید جریان فکری ناخودآگاهانه با جریانی که به وقت یک تفکر خودآگاهانه و حساب شده مشاهده می‌کنیم بسیار متفاوت باشد. ولی این موضوع کاملاً و محققاً حتمی است که تکوین رویا با یک قسم عمل تراکم یا فشار همراه است و اما این تراکم به چه نحوی انجام می‌گیرد؟ اگر به خاطر بیاوریم که فقط معدودی از افکار نهانی رویا که بعداً کشف می شود در رویا متجلی می گردد، نخست باید قبول کرد که عمل تراکم بر پایه حذف قرار دارد. بدین معنی که رویا ترجمه صادقانه و یا تصویر طابق و نعل بعداً نعل فکر نهایی رویا نیست، بلکه طرحی ناقص و ناتمام است. همچنان که به زودی خواهیم دید این توجیه بسیار ناقص است، اما فعلا آن را قبول می‌کنیم. باری آن وقت این پرسش پیش می‌آید که اگر عده کمی از عناصر افکار نهانی رویا فقط می‌تواند وارد محتوای آن بشود، پس شرایطی که موجد انتخاب مزبور می‌شود کدام است؟ برای اینکه موضوع بالا روشن شود، نگاهی به عناصر رویا بیفکنیم چه یقیناً واجد شرایط مزبور بوده است. بهترین راه این است که هم خودمان را متوجه رویایی بکنیم که تکوین آن مستلزم تراکم شدیدی بوده است و برای این منظور رویای حاوی مونوگرافی گیاهی را انتخاب می‌کنیم. 1. رویای حاوی مونوگرافی گیاهی. محتوای رویا. مونوگرافی یکی از گیاهان را نوشتم و کتاب فعلا در برابر من است و مخصوصا صفحه‌ای را باز کردم که یک تابلوی رنگین به آن ضمیمه شده است. هر نسخه از این کتاب مثل جنگ‌های گیاهی حاوی نمونه ای از گیاهان خشک شده است. در این رویا عنصر جالب همان مونوگرافی گیاهی است و آن از تأثیرات روز پیش ناشی شده است. چه واقعا در پشت ویترین یکی از کتاب فروشی ها مونوگرافی نوع گل سیکلامن را دیده بودم. البته گل سیکلامن در رویا جلوه نکرده، بلکه فقط خاطره مونوگرافی در قلمرو گیاه شناسی در رویا حفظ شده است. بیدرنگ متوجه می شویم که مونوگرافی گیاهی مزبور مربوط است به کتابی که در خصوص کوکائین نوشته بودم و از اینجا یک تداعی معانی به دست می آید که از یک طرف به آن کتاب مربوط به جشن 50 ساله و به بعضی امور که در یکی از آزمایشگاه های دانشگاه انجام گرفته است و از طرف دیگر به دوستم گونگشتاین که چشم پزشک است و در نمودن طرق بهره برداری از کوکائین زحمت کشیده است منتهی می شود. وانگهی خاطره مذاکرات تمام نیمه شب پیش ما و بعد
چاره‌جویی‌های گوناگون در خصوص تعیین حق و زحمه پزشکان در مورد معالجه خودشان باز به همین دکتر کاف مربوط می‌شود. مذاکره مزبور علت واقعی و کنونی رویاست و مونوگرافی گل سیکلامن هم یک امر کنونی است، منتها بی اهمیت. آشکار است که مونوگرافی گیاهی در رویا حد واسط میانه دو حادثه هنگام روز است و بدون کمترین تغییری در یک تأثیر بی اهمیت گنجانیده شده و به مدد رشته های متعدد و تسلسل یا تدائی به یک حادثه روانی مهم مربوط گشته است. نه تنها تجسم مرکب و کلی مونوگرافی گیاهی، بلکه هر کدام از اجزای آن، یعنی گیاهی و مونوگرافی، به طور جداگانه از طریق تدائی های متعدد عمیقا وارد دنیای پرهرج و مرج افکار سازنده رویا می شود. مثلا خاطرات مربوط به پروفسور گارتنر و زن شکفته او و مریض من شکوفه و زنی که شوهرش فراموش کرده بود که برایش گل ببرد، همه و همه مربوط می شود به کلمه گیاهی. و کلمه گارتنر به معنای باغبان نیز موجب می شود که به آزمایشگاه و مذاکره خود با کور نیگاشتاین فکر بکنم. در طی این مذاکره از دو نفر مریض صحبت در میان بود. خانمی که شوهرش فراموش کرده بود که برایش گل ببرد و همچنین عنوان مونوگرافی گل سیکلامن که به وقت روز آن را دیده بودم. جملگی من را به فکر گل دلخواه زنم می اندازد. از طرف دیگر کلمه گیاهی یکی از حوادث دوران دبیرستان و یکی از امتحانات دوران دانشکده را به یاد می آورد. موضوع دیگر مذاکره روز پیش من، موضوعی که به سفنون‌های من مربوط است، به وساطت گل به اصطلاح دلخواه من یعنی کنگر به زنجیر تداعی و تسلسل ناشی از گل‌های فراموش شده مربوط می شود. کلمه کنگر از یک طرف من را به سوی خاطرات ایتالیا و از طرف دیگر به سوی خاطرات آن صحنه از دوران کودکیم که هنوز تازه می‌خواستم با عالم کتاب مربوط شوم هدایت می‌کند. کلمه گیاهی بنا به آنچه گذشت در حکم چهارراهی است که تداعی معانی‌های گوناگونی در آنجا با هم تلاقی می‌کند. تداعی معانی‌هایی که به تضمین من حقاً می‌تواند با مذاکره مزبور رابطه داشته باشد. خود را در کارخانه فکرسازی می‌بینم که در آنجا همانطوری که گوته درباره شاهکار مرد بافنده گفته است، فکر پشت سر فکر می‌آید. با هر حرکت پا هزار تاریخ به جنبش در می‌آید. ماکوها به رفت و آمد می‌افتند و نخ‌ها به طور نامرئی سر می‌خورند و هر ضربه ماکو هزاران تار آن را به هم می‌بافد. از کتاب فاوست. کلمه مونوگرافی در رویا دوباره دو موضوع را به یاد می‌آورد که یکی جنبه یک طرفی بودن تحقیقات من و دیگری قیمت گزاف تفنن‌های من. از همین نخستین تحقیق چنین مستفاد می‌شود که دو جزء گیاهی و مونوگرافی برای این رویا ظاهر شدند که بیش از سایر عناصر با افکار نهانی رویا در تماس بوده و در حکم چهارراه‌هایی بوده‌اند که افکار رویا به ازدحام در آن با هم تلاقی کرده و بالاخره برای اینکه معانی متعددی به تعبیر می‌بخشیدند، باز هم به نحو دیگری می‌توان مطالب بالا را توجیه کرد و گفت که هر کدام از عناصر محتوای رویا بیش از هر عنصر دیگری مسجل می‌شود و در واقع نماینده چندین فکر رویاست. باز هم بیشتر در این موضوع که آیا سایر عناصر رویا را از لحاظ روابطشان با افکار نهانی رویا بررسی خواهیم کرد یا نه بحث می‌کنیم. تابلوی رنگین مبین و یا به یادآورنده انتقادهایی است که همکارانم از کارها و تفننهایم می کنند. موضوع اخیر بیشتر اشاره شده، ولی انتقاد از کارم چیزی تازه است و نیز به خاطرات دوران کودکی من و کتاب مصوری که آن را پاره پاره کرده بودم مربوط است. گیاه خشک شده نیز جنگ گیاهی مدرسه را به یاد می آورد و به علاوه خاطره آن را زنده می کند. از اینجا آشکار می شود که رابطه بین محتوای رویا و فکر نهانی رویا چگونه است. بدین معنی که نه همان عناصر رویا چندین بار از طرف افکار نهانی رویا مسجل و مسرع می شود، بلکه هر کدام از افکار رویا نیز چندین عنصر نماینده در رویا دارد. تداعی معانی هایی هست که از یکی از عناصر رویا ما را به طرف چندین فکر نهانی و از یک فکر نهانی به چندین عنصر در محتوای رویا رهبری می کند. بنابراین رویا محصول مختصری از یک فکر
و یا یک دسته از افکار رویا که کنار مختصرهای دیگر قرار خواهد گرفت نیست. به عبارت بهتر در حکم مجلس شورای نیست که طبقات مختلف مردم نمایندگان منتخب خودشان را به آنجا بفرستند، بلکه در مورد رویا تمام انبوه افکار رویا دستخوش تغییراتی واقع می شود و بدین ترتیب بهترین و زبده ترین عناصر جدا شده و وارد محتوای رویا می گردد. می توان انتخاب مزبور را با انتخاباتی که انتخاب کننده عوض یک اسم چند اسم تعریفی انتخاباتی می نویسد مقایسه کرد. چه در این نوع انتخابات افرادی که انتخاب می شوند از زبده ترین و محبوب ترین افراد هستند. هر رویایی را که تجزیه کنم به همان اصول می رسم، یعنی اینکه عناصر رویا مولد تمام انبوه افکار رویاست و هر کدام از آنها را اگر با افکار رویا مقایسه کنیم متوجه می شویم که جانشین چندین فکر نهانی رویا شده است. بجاست که به مدد مثال دیگری ارتباط میانه محتوای رویا و فکر نهایی رویا را نشان دهیم. در مثال زیر ارتباطات بین آنها به طور حیرت‌آوری پیچیده است. این رویا را بیماری برای من حکایت کرد که مبتلا به ترس موهوم از مکانهای محصور و سربسته بود و به زودی معلوم خواهد شد چرا این رویای ماهرانه را وصف کردم. 2. رویای جالب. به اتفاق عده‌ای از خیابان ایکس عبور می‌کرد. در این خیابان قهوه‌خانه محقرانه‌ای وجود دارد. چنین قهوه‌خانه‌ای در این خیابان وجود خارجی ندارد که در آن نمایشنامه‌ای را بر روی صحنه آورده‌اند و وی گاهی تماشاکن و زمانی بازیگر آن است. سرانجام باید لباس هنرپیشگی را بکند و با لباس معمولی عازم شهر شود. قسمتی از کارکنان تماشاخانه را در سالن تماشاکنان و قسمتی را در طبقه اول جا داده اند. مشاجره‌ای در گرفت. آنهایی که بالا بودند خشمی شده بودند که چرا پایینی ها هنوز حاضر نشدند تا اینکه آنها پایین بیایند. برادرش بالاست و خودش پایین است. با برادرش درشتی می کند برای اینکه جایش تنگ است. این قسمت از رویا کمتر روشن است. وانگهی به مجرد ورود معین شده بود که بالایی ها و پایینی ها چه کسانی خواهند بود. سپس تک و تنها از سربالایی خیابان ایکس بالا رفت و به طرف شهر روان گردید، ولی آنچنان آهسته گام بر می دارد و آنچنان به سختی راه می رود که اصلا قادر به پیش رفتن نیست. سرانجام آقای نسبتا مسنی به او ملحق شد و از پادشاه ایتالیا شروع به بدگویی کرد. بالای سربالایی مزبور آن سختی دیگر از بین رفته و راهپیماییش سریع‌تر شده بود. اشکالی که در طی سربالایی مزبور در ضمن رویا برایش پیش آمده بود آنچنان صریح و بدون ابهام بود که پس از بیدار شدن تازه از خود می‌پرسد که آیا این ماجرا در رویا بر او گذشته بوده و آیا این در رویا بوده که نمی‌توانسته است به آسانی گام بردارد و پیش برود یا نه. به اتکای محتوای پیدای رویای مزبور مثل اینکه چیزی نمیتوان گفت. پس برخلاف شیوه مرضیه کار خود را از قسمتی که به زعم نائم روشنترین قسمت رویاست آغاز میکنیم. مشکلاتی که خواب بیننده ما در رویا با آن روبرو شده و واقعا آن را احساس کرده است از قبیل سربالایی صعب العبور و بریدگی نفس و غیره از جمله نشانه هایی است که بیمار مورد بحث سالها پیش از خود بروز داده و آن وقت با یک قسم بیماری سلی نیز همراه بوده است. احتمالاً این بیماری ظاهری و بدون آسیب‌های مخصوص و به اصطلاح هیستریکی بوده است. در مبحث رویاهای مربوط به خودنمایی سابقاً به این موضوع احساس تنگنا و فشار اشاره کردیم و در اینجا نیز بار دیگر با آن روبرو می‌شویم و آن را به مثابه عنصری می‌بینیم که همه وقت و در ازای هر تجسمی که تصور رود قابل استعمال است. توصیف وضع سربالایی که نخست دشوار بود و بعد رفته رفته آسان شده بود به هنگام نقل رویا مرا به فکر دیباچه معروف کتاب سافو اثر آلفونس دوده نویسنده فرانسوی انداخت. در این کتاب از جوانی سخن به میان آمده که معشوقش را به در بغل گرفته و از پلکانی بالا می‌برد. در وهله اول معشوقش را سبک می‌بیند، ولی رفته رفته همچنان که پله‌ها را پشت سر می‌گذارد او را سنگین‌تر احساس می‌کند. این صحنه سمبل وقایعی است که در داستان سافو جریان دارد. دوده با این رمان می‌خواهد به جوانان اخطار کند که از دلبستگی شدید به دخترانی که اصیل نیستند و گذشته‌شان مشکوک است خودداری کنند. توضیح حاشیه:
با مراجعه به آنچه در خصوص رویاهای حاوی صعود در فصل کنایات و اشارات این کتاب آمده است، می توان به ارزش واقعی توصیف مزبور پی برد. ادامه گمت. با دانستن این موضوع که بیمار من اندکی پیشتر با زنی هنرپیشه روابطی داشته بوده، انتظار نداشتم که این فکر که به وقت تعبیر تجلی کرده بوده است درست بوده باشد. وانگهی ماجراهای داستان صافو از ماجراهای رویای مزبور فرق داشت و در حقیقت عکس آن بود. زیرا در رویا صعود از پلکان نخست دشوار و بعد آسان شده بود و حالا که در داستان عکس این بود، یعنی برای اینکه ظاهر داستان با کنایه‌ای که در بطن آن نهفته بوده است جور بیاید، لازم بود آنچه که در وهله اول سبک و آسان جلوه می‌کرده است، پس از مدتی سخت و دشوار از آب درآید. جای تعجب اینجا بود که بیمار پس از شنیدن تعبیر خاطر نشان کرد که تعبیر مزبور کاملا با محتوای نمایشنامه‌ای که وی روز پیش از وقوع رویا تماشا کرده بوده است موافق است. نمایشنامه مزبور تحت عنوان هومه وین زندگانی دختری را نشان می‌داد که پیشتر نجیب بوده ولیکن بعداً وارد جماعت فواحش شده و با کله گنده ها مربوط گردیده صعود، ولی اندکی بعد بیش از پیش سقوط کرده بوده است. از تماشای این نمایشنامه فکرش متوجه نمایشنامه دیگری شده بود که تحت عنوان پله پله چندین سال آن را دیده بوده است و در اعلان تبلیغاتی آن نیز یک پلکان چند پله ای نقش شده بود. و حال دنبال تعبیر خودمان را بگیریم. هنرپیشه‌ای که وی به تازگی با او روابطی به هم زده بود در خیابان ایکس ساکن بود. در خیابان مزبور قهوه خانه‌ای وجود ندارد، اما چون نایم برای رضایت خاطر این خانم قسمتی از تابستان را در وین سپری کرده بود، در یکی از مسافرخانه های کوچک آنجا پیاده شده بود و وقتی که داشت مهمانخانه مزبور را ترک می گفت، به سورچی گفته بود که بسیار راضیم، برای اینکه لااقل ساس و کک و غیره مزاحم نشدند. این هم اشاره به یکی از ترس‌های موهوم اوست. و سورچی جواب داده بود که چطور می شود در اینجا زندگی کرد؟ اینجا که مسافرخانه نیست، این یک قهوه خانه است. به شنیدن کلمه ی قهوه خانه بیدرنگ به یاد اشعار زیر افتاد که به تازگی مهمان میزبان بسیار مهربانی بودم. اما در این منظومه اولاند منظور از میزبان درخت سیبی است. و آن وقت اشعار دیگر منظومه مزبور با این بند شعر که از فاوست گوته اقتباس شده است متداعی می شود. در حالی که فاوست با دخترک می رقصد. سابقا رویای بسیار زیبایی دیدم. درخت سیب با شکوهی دیدم که دو سیب بسیار زیبا و بر تارک آن می درخشید. سرانجام پیمانه ی صبرم لبریز شد و بالای درخت رفتم. ای سیبا، این سیبهای کوچک زیبا بسیار فریبکارند و حضرت آدم را هم در بهشت به همین نحو فریفتند. و وقتی که فکر می کنم که باغ من هم از این سیبهای زیبا دارد، روح هم آکنده از نشاط می گردد. درخت سیب و سیبهای مزبور دیگر جایی هیچ گونه شکی باقی نمی گذارند. زیرا هنرپیشه‌ای که دل از کف نایم ما رو بوده است، گذشته از دلفریبی های دیگر خود دارای پستانهای زیبایی نیز بوده است. با توجه به تجزیه و تحلیل نفسانیات وی می شود این فرض را کرد که رویای مورد بس ناشی از یکی از تأثیرات دوران کودکی است. اگر فرضیه مزبور درست باشد، تأثیر نامبرده مربوط به دایه این مرد است. وی به زودی پا به سن 30 سالگی خواهد گذاشت. چه پستان دایه لاجرم در حکم قهوه خانه‌ای برای کودک است. پس دایه چنان که در داستان صافو از دوده نیز چنین است، مظهر معشوقه است که اندکی پیش متروک شده است. برادر بیمار مزبور مستنتر از خود او نیز در محتوای رویا به چشم می‌خورد. او در بالاست و حال خود بیمار در پایین است. این هم در واقع عکس رابطه واقعی بین آن دو است. زیرا تا آنجا که می دانم بیمار شغلش را حفظ کرده و در صورتی که برادرش شغلش را از دست داده است. وی ضمن نقل رویای خود از استعمال اصطلاح زمین خورده دوری کرده است. اگر چنین تعبیری را به کار برده بود، موضوع خیلی پیشتر از اینها روشن می شد. چه ما در اینجا اصطلاح مزبور را در مورد کسی به کار می بریم که هستی و پیشش را از دست داده و به پایین ترین حد ممکن سقوط کرده باشد. موضوع این که در رویا بعضی قسمت ها معکوس متجلی شده است قابل توجه است
و به نظرم مبین این است که رابطه دیگری هم میان محتوای پیدا و ناپیدای رویا وجود دارد. ما به وسیله می توانیم واژگونی مزبور را توجیه نماییم. در پایان رویا با تغییر شکل دیگری روبرو می شویم و از آن موضوع صعود است که در رویا برعکس داستان صافو مردی زنی را در آغوش دارد و از پلکان بالا می برد و حالان که در رویا زنی است که مردی را با خود می برد و چون این موضوع جز در زمان کودکی قابل تحقق نیست، پس این زن کسی جز همان دایه نیست که به دشواری بچه شیرخوار را با خود می برد. با توجه بدان چه رفت، در قسمت آخر رویا صافو قهرمان زن داستان دوده و دایه با هم اشتباه شده است. همچنان که آلفونس دوده در طی نگارش داستان صافو به آداب و رسوم مردم یونان باستان توجه داشته است، در قسمت‌هایی از رویای مزبور هم کسانی که در بالا و پایین مشغول می‌بینیم خود اشاره به خیال بافی‌های جنسی نایم است که سرکوب شدن آن با بیماری عصبی وی بی ارتباط نیست. البته از تغییر رویا نمی‌توان دریافت که آیا واقعاً خیال بافی است یا خاطره ی حادثات واقعی. تنها چیزی که از راه تعبیر بر ما آشکار می شود همانا افکار و تخیلاتی است که از خاطر نایم گذشته است، وگرنه تعیین درجه واقعیت آنها به عهده خود ما است. در وهله نخست امور واقعی و غیر واقعی یا به اصطلاح خیال بافی ها واجد یک ارزشند و این نه همان در مورد رویا بلکه در مورد ابداعات مهمتر روانی نیز صادق است. چنان که پیشتر متوجه شدیم، تداعی و همبستگی واجد نفسانی همواره به سبب حفظ سری بوده است. در مثل وجود برادر در این رویا به مدد یک قسم خیال بافی مربوط به گذشته که موجب احیای صحنه ای از دوران کودکی می گردد که در واقع مبین و جانشین تمام رقباست. در مورد زنان و حضور شخصی که بر ضد پادشاه ایتالیا خشمگین می شود، به واسطه ی حادثه ی تازه و فی حد ذاته بی اهمیت، به موضوع اشتغال اشخاص بی لیاقت در دوایر بسیار مهم اجتماعی مربوط و متداعی می گردد و به نظر می رسد که بتوان در جوار اعلام خطر دوده به آن جوان اعلام خطر مشابهی نیز به شیرخوار رویای مورد بحث کرد. توضیح حاشیه: در این مورد دایه همان مادر بود. به خاطر بیاوری داستان خوشمزه ی آن جوانی را که متاسف بوده است از اینکه چرا از روزگار شیرخوارگی خیشتن چنان که باید بهره‌مند نشده بوده است. رویای مورد بحث نیز از همین منبع سرچشمه گرفته است. صافو شاعره یونانی بوده که به سبب اشعار قناعی و زندگانی عاشقانه خیش معروف است. وی در قرون ششم و هفتم پیش از میلاد میزیسته و سرانجام به دلیل ماجرای عشقی خود را از فراز تپه‌ای به دریا پرتاب کرد و کشت.